عقب ماندگی صنعت نفت و گاز به دلیل ناکارآمدی و ناتوانی نظام در جذب سرمایه گذاری علی خامنه زهاک در پیام خود به مناسبت آغاز سال 1402 مدعی شده که در بخشهایی از اقتصاد از جمله گاز طی سال گذشته کارهای خوبی صورت گرفته آمارهای واقعی اما از هیچ کار و اتفاق مثبت در صنعت نفت و گاز خبر نمیدن و تشدید بحران کمبود گاز در سال گذشته و سال جدید خورشیدی خلاف ادعاهای رهبر بی سواد جمهوری اسلامیه. علی خامنه زهاک رهبر منفور جمهوری اسلامی در پیامی که به مناسبت آغاز سال 1402 داد با اشاره به مشکلاتی که تورم برای معیشت خانوارهای کم درآمد ایجاد کرده مدعی شد که وضعیت تولید و توسعه اقتصادی در سال گذشته مثبت بوده رهبر زحاک جمهوری اسلامی در سخنانی عجیب گفت در طول سال 1401 با اطلاعاتی که من دارم از تولید در کشور حمایت شد چند هزار کارخونه تعطیل و نیمه تعطیل راه اندازی شد اون مدعی شده که قضاوت من در مورد تولید تولیدگران در کشور قضاوت مثبتی و کار خوبی انجام گرفته. بعضی از شاخص های اقتصادی رشد داشته. در بیمه شاخص ما شاخص خوبیه. در سازندگی، در بخش های آب، گاز، راه، محیط زیست، در این زمینه ها کارهای خوبی انجام گرفته. علی خامنی دیکتاتور تو بخش دیگه ای از عراجیفش گفت که در سال 1402 هم مسئله اصلی ما مسئله اقتصاده در کنار تولید سرمایه گذاری مهمه این را هم دولت های محترم و مکرم توجه کنند هم بخش خصوصی توجه کنند ما از لحاظ سرمایه گذاری در دهه 90 خیلی عقب موندیم سرمایه گذاری یکی از خلاهای مهم کشور ما مسئله سرمایه گذاریه باید سرمایه گذاری انجام بگیره که این هم کار مهمیه صنعت نفت و گاز ایران به عنوان یکی از شاهراهای درآمدزایی کشور نتونسته برنامه های توسعی و جذب سرمایه گذاری رو پیش ببره و عقب افتادگی در توسعه این صنعت طی سالهای گذشته تأمین و توزیع گاز برای مصرف داخلی هم با چالشهای جدی روبرو کرده. برخلاف ادعای رهبر زحاک جمهوری اسلامی نه تنها دولت نتونسته در سال 1401 در صنعت نفت و گاز و حتی در حد رفع بحران تأمین گاز مورد نیاز کشور اقدام مثبتی انجام بده بلکه تصویر پیش روی صنعت گاز ایران در سال جدید خورشیدی هم بسیار نگران کننده است هرچند جواد اوجی وزیر نفت جمهوری اسلامی طی سال گذشته خبرهایی از جذب سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز ایران رو به رسانه ها اعلام کرد اما مجموع آنچه وزیر نفت درباره اونها تبلیغ کرده امضا یا مذاکره برای 100 میلیارد دلار تفاهم نمه همکاری بوده نه قرارداد قطعی امضا شده و نه پروژه آغاز شده بخشی از خبرهای مربوط به صنعت نفت و گاز هم مرتبط با قرارداد ایران فروشی همکاری 25 ساله ایران و چین که با اجرای اون امتیازهایی از جمله تخفیفات ویژه به چین داده شده جواد اوچی وزیر نفت در همون اوایل آغاز به کار دولت سیزدهم گفته بود ایران نیاز مبرم به 250 میلیارد دلار سرمایه گذاری در حوزه نفت و گاز داره تا وارد کننده انرژی نشه کارشناسان هم تاکید کردند که با وجود به عقب موندگی شدید این صنعت از جذب سرمایه گذاری و توسعه در ساعتی که به سرعت جذب سرمایه گذاری واقعی صورت نگیره ایران به دومین دارنده ی منابع طبیعی گاز جهان به وارد کننده ی گاز تبدیل میشه. پیش از یک سال و نیم از اعلام عدد 250 میلیاردی دلار به عنوان رقم مورد نیاز برای سرمایه گذاری در حوزه نفت و گاز میگذره اما طی این مدت اونچه علی خامنه ای کار خوب خونده تنها امضای حدود 100 میلیارد دلار تفاهم نامه همکاری به ویژه با دو کشور همراه جمهوری اسلامی یعنی چین و روسیه برمیگرده. بزرگترین تفاهم نامه امضا شده با ارزش 40 میلیارد دلار با گاز پرام روسیه بوده. اما هیچ یک از تفاهم نامه ها وارد فاز اجرایی نشده و اساسا مشخص نیست چه زمانی به قرارداد قطعی میرسند به بیان دیگه هیچ سرمایه گذاری واقعی در صنعت نفت و گاز ایران صورت نگرفته از سوی دیگه مهدی پورقازی عضو اتاق ایران و روسیه هم گفته چینیا متوجه شدن که ایران تو معادلات تجاری بینون المللی از موقعیت مناسبی برخوردار نیست چینی ها به دلیل تحریم حتی تمایلی برای سرمایه گذاری در حوزه نفت و انرژی در ایران ندارند چرا که با ریسک بسیار کمتر مشابه این سرمایه گذاری رو میتونن تو کشورهای دیگه انجام بدن شکست در جذب سرمایه گذاری خارجی که میتونست هم سرمایه و هم تکنولوژی و تجهیزات به کشور وارد کنه در حالی که ایران از یک سو با چالش تأمین گاز مورد نیاز داخلی رو بروست و از سوی دیگر با عقب ماندگی از جذب سرمایه گذاری نسبت به کشورهای منطقه که رقبای ایران در حوزه نفت و گاز به شمار میرن هم میدون رقابت رو میبازه در چنین شرایطی حتی با فرض توافق هسته یا لغو تحریم های اقتصادی نیز نمیتوان امیدی به بهبود جایگاه ایران در صادرات نفت و گاز داشت برای نمونه بر اساس گزارش آنکداد کنفرانس توسعه و تجارت ملل متحد طی ماهای گذشته عراق موفق به جذب دهانی میلیارد دلار سرمایه مستقیم خارجی شده و عربستان هم تونسته بالا بر با 19 میلیارد دلار سرمایه مستقیم خارجی جذب کنه از سوی دیگر کشورهای دارای نفت و گاز منطقه بخش عمده درآمدهای های صنعت نفت رو در همین صنعت سرمایه گذاری می کنند که بازه اون طی سالهای نچندان دور سبب افزایش تصاعدی درآمدهای های اونها خواهد شد. جمهوری اسلامی اما درآمدهای های نفت و گاز رو برای هزینه های جاری کشور و پول پاشه تو سازمان ها و نهادهای های ایدئولوژیک حکومتی و خودی ها مصرف میکنه. از سوی دیگر ایران در نبود یک سرمایه گذاری مستمر و جذب تکنولوژی در صنعت نفت و گاز در زمینه تولید و تأمین و توضیع داخلی انرژی هم با بحران روبرو شده دومین کشور دارنده ی منابع گاز طبیعی جهان در پایز و زمستان قادر نیست گاز مصرفی بخش های صنعتی و خونگی رو تعمین کنه برای قطع نشدن گاز بخش خونگی گاز تو بخش صنعت قطع میشه قطع گاز تو نیروگاههای تولید برق سبب جایگزینی مازود یا نفت کوره در نیروگاهها میشه که آلودگی شدید هوا رو در پی داره از طرف دیگه قطع گاز صنایع خسارت های اقتصادی زیادی رو به کارخونه ها وارد کرده و همچنین تولیدی رو به شدت کاهش میده و سبب بیکاری شماری از کارگران میشه تو سال 1401 علی خامنهای وضعیت تولید رو مثبت ارزیابی و مدعی شده بود که تو زمینه توسعه صنایع از جمله گاز و برق کارهای خوبی صورت گرفته صنایع مختلف از جمله فولاد و پتروشیمی به دلیل قطع گاز و برق دچار خسارت هنگفتی شدند در همین رابطه احمد مهدوی ابهر دبیر انجمن سنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی گفته که صنعت پتروشیمی با قیمتهای جهانی سال گذشته 682 میلیون دلار یا 16 هزار میلیارد تومان به دلیل قطع گاز زیان یا سود از دست رفته داشته در همین حین حمله هوایی به بیت رهبری هم توسط اسرائیل صورت گرفته اگر ذره به پیروزی انقلاب شک داشتین حالا با چشمای خودتون میتونین ببینین که فرار خامنی از موشکباران رو شاهد هستیم